This is IRTV, the Iranian television program. با سلام و درود به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. امیدوارم که همگی خوب و خوش و سلامت باشید. پنجشنبه هفته گذشته 8 ماه مارچ روز جهانی زن بود. من و شما هم مانند بسیاری از زنان در کشورهای پیشرفته جهان در این روز خوشحال و سرافراز بودیم و به یکدیگر شاد باش میگفتیم و مراسم این روز رو دنبال میکردیم. اما در همان زمان همگی میدانستیم که در کشورهای عقب مانده دنیا میلیون ها زن دیگر در بدترین شرایط زندگی به سر میبرند و از کمترین حقوق اولیه انسانی خودشون بی بهره و متاسفانه همچنان و همه روزه در خانه، محیط کار و اجتماع مورد تبعیض، آزار و اذیت و حتی شکنجه قرار میگیرند. بنابراین جایی برای شادمانی از ته دل باقی نمیماند و فقط میتوانیم امیدوار باشیم تا روزی 8 ماه مارچ به روز آزادی و بهروزی تمامی زنان جهان تبدیل بشود. اما 8 ماه مارس امسال با خبر ناگواری برای تمام زنان و مردان ایران نیز روبرو بودیم. همانطوری که حتما شنیدید، سیمین دانشور، یکی از نویسندگان بزرگ ایران، پس از یک دوره بیماری حاد تنفسی متاسفانه عصر روز پنجشنبه 18 اسفند ماه بر اثر آنفلانزا در سن 90 سالگی در منزل خودش در تهران درگذشت و پیکر او امروز یک شنبه از مقابل تالار وحدت تا آرامگاه ابدیش توسط هزاران تن از علاقمندان او تشییع می شود. سیمین دانشور نویسنده و مترجم نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت و مهمترین اثر او رمان صوبشون بود که به 17 زبان دنیا ترجمه شد و از جمله پرفروشترین آثار ادبیات داستانی در ایران محسوب می شود. او همچنین نخستین شخصی بود که به سمت رئیس کانون نویسندگان ایران منتخب شده بود. همطور که می دونید سیمین دانشور زاده شیراز بود و پدرش محمد علی دانشور پزشکی حاذق و مادرش فخرالسلطنه حکمت مدیر هنرستان دخترانه و خود نقاشی هنرمند بود. البته سخن گفتن پیرامون زندگی و آثار ادبی این نویسنده بزرگ به زمانی بسیار بیشتر نیاز دارد که امیدواریم بتوانیم در برنامه‌های آینده و به روال برنامه تقدیم هفته به این مهم بپردازیم. یاد سیمین دانشور گرامی. تلویزیون ایرانیان گزارش می‌دهد. پرزیدنت اوباما در مذاکره با نخست وزیر اسرائیل آن کشور را از حمله نظامی به ایران برحذر داشت. رهبر جمهوری اسلامی در یک موضع‌گیری بی‌سابقه از سخنان اوباما در دنبال نکردن مسیر جنگ با ایران استقبال کرد. علی‌رغم تحریم انتخابات از سوی مخالفان، وزیر کشور مدعی شد 64% به پای صندوق‌های رأی رفتند. سفیر دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت بازرسان می‌توانند از مجتمع پارچین بازدید عمل آورند. سیمین دانشور از زنان نویسنده ایران در روز بین‌المللی زن در تهران درگذشت. با نزدیک شدن نوروز، جنب و جوش مردم برای استقبال از سال نو رو به اوج گذاشت. مجموعه مهم‌ترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوریزاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان. خدا قوت بده که این شب تار تموم شه و باز بیاد نور صبح بهار، بباره بارون بهاری ببار و ببر دردمو که شاید دست یه برادری بگیره دست سردمو. اگه هم دردی مردی دفت به کار باش، بگو برادر یا اخی یا کاک یا کاردار. اگر هم تو از مهنت دیگران بیغمی، خوش باش که باره